صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. سلام. حدیثی داریم از امام حسن عسکری سلام الله علیه. ماه ماه شعبان است و امام حسن عسکری هم پدر بزرگوار امام زمان این حدیث رو عنوان تذکر اخلاقی رسول شنبه عصر. حدیث این است: لیست العباده، از امام حسن عسکری، لیست العبادت و کسرت الصیام، کسرت الصیام و صلات. لیست العبادت و کسرت الصیام و صلات. انما العباده، انما العباده کثرت التفکر فی امر الله، انما العباده کثرت التفکر فی امر الله. مسلمان صلات و صیام دو عبادت مهم، به قدری نماز مهم است که عمود دینه و به قدری صیام هم مهم است که از صوم دین و انا عضی به یا عضا به هر دو خیلی مهم. در این حال در اینجا می فرماید در مقابل تفکر اصلا نمیفرم تفکر از اون بالاتره، میگه اصلا چیزی نیست لیست العباده از سیام روزه و نماز عبادت نیست. این خیلی مهم، یعنی به مقایسه انما العباده کثرت التفکر فی امر الله. البته خود این مسئله از نظر ما خیلی مهم، اسلام که از یک محیط جهل و نادانی عربستان دوران جاهلیت برخاسته، اسلام که از محیط خرافات طلوع کرده، دعوت کننده به فکر و علم خودش مهم نه. دلیل بر این است که رنگ اون محیط رو نداشته، این صبغه الهی داشته است. اصولا اون چه دیده می شود که اسلام حمایت از علم و دانش و علما و نمی دونم مقام علما و فرق عالم و عابد و تفاوت بین اینها چقدر زیاده است و دعوت فکر و اندیشه، این یه جواب دندان شکنی هست برای اون به اصطلاح جمعیتی که با تعبیر کنیم بگیم یا به سرائی می کنن میگن دین آقای تحقیل سرا تحقیل، چیزی که دعوت به تفکر و اندیشه می کنه و برترین عبادت رو فکر می داند، بگیم کارش تحقیل فکر. این جواب دندان شکن است. حالا این که می فرماید عبادت اصلی تفکر در امر الله، مراد از این امر چه امر؟ امر تکوینیه، امر تشریعیه، کدامش؟ کدام یک از این دو امر؟ ها البته هر دو احتمال ممکن هر دو هم باشه. استعمال امر در کلمه ما در جمله واحد ما
مانعی نداره. امر تکوینی یعنی صنع پروردگار، عبادت این است که در مسئله خدا و عالم خلقت، همون عالمی که این نما امروه را قرار شیئن ان یکون لبون کن و یکون، در اون عالم فکر کنم شد عبادت. در اون جزئیاتش دیان میشه، در اون یه ذره اتم، در اون یه باب مگر، در یک برگ گل، هر چی بیشتر دیان میشد به راستی که عبادت. گاهی میشد انسانی مقداری اسرار آفرینش مطالعه میکنه، یه حالت شوق و نشاط و هیجان سلام به حالتی که ابتهاجی پیدا میکند که آماده عبادت دیگر میشود، آماده اطاعت خدا میشود. چرا وقتی که ریشه همه اطاعت ها همون فکر شد؟ یه مثال خیلی کوچه که من براتون بگم، چیزهایی که انسان غالبا ازش قافل کردیم، آیت این که سماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون، استاب آیات سماوات و ارضیه که مردم از کنارش رد میشن به قافل هیچ مهم نیست. در اینها البته چیزهاییست که خوب اخیرا هم یه مقدار بیشتر در عالم آفرینش مطالعه کردند و بهش رسیدند، و اون نمونه این است که این چشم انسان یکی از شرایط کار کردنش این است که دائما سطح چشم و دائما مرکز باشه، چشم دائما با مرکز باشه، نباشه خوش باشه، زبان یا چشم خوش میشه هیچ کاری ازش نیست. خب اگر یه قطره آب توش باشه دائما، این آب اگر توش باشه به تنهایی که یه آب ثابتی باشه تبخیر میشه، تبخیر میشه و نمکش میمونه سطح چشم میمونه. این باید یه آب جاری دائما توی چشم باشه، یعنی از یه طرف آب بیاره از یه طرف آب بیاره در دعام انسان باید یه چشمی آب باشه دائما آب بیاره، ولی یک مقدار آب ثابتی به ایسته خودن تبخیر میشود و بقیهشون نمک میشود و شود به خوبی از کار. ببینید چقدر آفرین میشه الله این مسئله رو دقیقا حل کرد. در اطراف چشم انسان قبضه های بسیار بسیار کوچکی است که در حال عادی آب تقریم میردش کم بیاد چشم خوش بشه، زیاد بیاد سرگیر بشه، مقدار بسیار دائما سطح این چشم خود ترکیب اون آب از نظر شیمیایی چقدر برای زنده نگه داشتن سلول های چشم مهمه و در مقابل اشیاءی که در چشم وارد میشه این جد و قبالی که وارد میشه چکس العملی این آب از نظر شیمیایی نشان میده و چه تأثیر فوق العاده مهم میداره روی اشیاءی که درش میفته. این چشم جوشان اونچنان آفرینده در یه طرف خود این آب باید قابل آبش بره یه جایی در اون کاری چشم هم بزنه بسیار که از اون بزنه هم آبایی و بنابراین یه آب جاری تازه به تازه از خط چشم بود از اون منجمان بزنه میشه میدونه توی دیگی میده توی چشم ها رو میدونم توی دیگی گرده دوا پیدا میشه. این دوا از همون بزنه مجبور به عشق که از اینجا آب میره ببینی از این رو حالا این آمون از مو باریک تر شده، هم اون
مجرای تولید کننده آب همون جذب بود. اگر این یه ذره سلولاش کم زیاد بشه باش بید بکنید راه این آب چشم یکی دو روز بگذاره چشم آب چیزی خوش بید این همیتون بگید پل که روش حرکت میکنه درست مثل این است که یک کاغذ زبری رو بکشید به سخته چهار اگر مجرای دوم بگیم دائما از چشم از آقا حتما باید مرتب با دستمال جالب این است که یه ذره قبار میاد تو چشم خاشاک میاد تو چشم دیدی چشم پر آب میشه یعنی به صورت خودکار این چشمه آب و باری یه منطقه حبابه میده چشم رو پر آب میکنه این یک روبار رو میتره میشه این چه حالت رو بتونه که هست که حالت خودکار هست که یه داره خواهد و شاد داره چشم رو بتونه شد قده های عشق جوشیدن میگیره این حالت جوششی که پیدا کرد یه منطقه میزند و عرق میکنه اون زرده قبار در خودش رو از این روشه چشمی بیرون میفرست چشم شست بشون اینا یه مسائل است که این دارم شده اما آدم اونی چه فرق ایساب شده چه فرق بیرده چه باری این یه زرده بیمقدار در بدن و اگر انسان یه کسرت رو لا در صلح خداوند قطع کنه اینها رو که میگه سطح معرفت بالاتر چه عبادتی بالاتر از معرفت ما خلقتون جن و این کلا به یعبدون معنی به یعرفون کردن یعنی هدف عبادت عرفان فکر ریشه عرفان معرفت انسان معرفت که پیدا کرد عاشق میشه علاقه من میشه عشق میوردد به این خواب دیگه اینقدر رحیم است و حکیم هست و مهربان است و کریم است و حکیم است و عاشق میشه عاشق که شد عبادت رو میشه یه داره که از نمازش ارزش 2000 نماز پیدا میکنه در یکی میشراقه این هست که بزرگتر میشه با در این امر تکمینی خیلی کوتاه کنم یه احتمالش امر تشریعی کسرت و تفاوت رو در عوامل تشریعی خدا هم انسان وقتی تو اون آمده میکنه میبینه احکام الهی عوامل نواهی چقدر بفاق شده امر میکنه نهی میکنه واجبات و مرمان همه اینا اسرارش مکتبهایش هر چی فکر میکنه روی معنی روز به روز عمق بشه بیشتر و میفهمد اینکه واقعا عظمت و حکمت و علم و قدرت ما هم نداره استعمال لفترک در معنی ما اشکالی نمیدونیم و تازه استعمال لفظر اکثر از من رو اشکالم بکنم قدر جامعه وقتی داشته باشه که دیگه هیچ اصولی اشکال رو میکنه امر یه قدر جامعه ایست بین امر تکمینی و امر تشیلی در از اومنی به پار رفته است کس را تو تفت کنی که امر دا هم عوامل تکمینی هم تشیلی شما میکنه بهترین عبادت و بهترین عبادت اولیاء خداوند اتانی هستن که در شما خروز ساعتی را برای خود رو اندیشه نمارد کسانی که میخواهند سیر معنوی داشته باشند باید خدای از سهاد خود را به اندیشه را به تکر بکرد با خودشون خلوت فکر کنند خدا در خیشتن خیش در کارهای خیش در حال در قدرت خیش فکر فکر ریشه همه کشمت نهار
یک لحظه گاهی فرمرشتی عمر ایمان لازم کنید. قال الامام الحسن العسکری سلام الله علیه نفس خواهد رفتن رو اون نقل می کنم باب کلمات امام حسن العسکری از بعض دیگر از امام نقل شده این جمله، ولی من فعلا از اونجا و از این امام بزرگوار نقل می کنم. لیست به عباده پس و پس سیام و سلات انما العباده پس و پس خب بریم سراغ بحث شرح تجربمون. رسیدیم به در بحث معاد، به اینجا بحث معاد در بحث معاد رسیدیم به اینجا. بحث در مسئله سوابقه وعلا و وعلا ثواب و عقاب پایین سفر. در اینجا دو مطلب است که من باید عرض کنم. مطلب اول این است که ایشون می‌فرماید ثواب در صورتی داده می‌شود که انسان واجب رو به خاطر وجوبش انجام بده. یعنی اگر خلاصه ثواب قصد قدرت میخواد به تعبیر امروز ما خیلی ساده، منتهیشون میگه لوجودهی او لوجه وجوده. لوجودهی چون خدا امر کرد، لوجه وجوده یعنی چه؟ وجودش معلومه چون خدا امر کرده، امر خدا انگیزه و باعث من باشه. بچه وجود وجه وجود یه نیت وجه داریم در حفظ اون وقتی به این بارم نداره. وجه وجود معنیش اون مصابه اون علتی که سبب وجود شده وجه وجود، یعنی اون مستحب اون علت. اگر انسان واجب و به جا میاره به خاطر اون مصابه، همون ملاکاتی که در رسول داریم وقت دستون به امر نبیرسه میگیم واجب رو یه ملاکهی به جا میدن، ملاک محدودیت ملاکش پس یا لبیدی به این را ببشن این ملاکی که خدا میکنه. اگر این نباشه ثواب میدن کما این که ترک کنیم قبیه را، اون هم ترک قبیه فایده نداره مگر این که ما لکونه بله مهیان هم رو جاید یا به وجه مهیان هم رو جاید. خلاصه اگر قصد قربت نکنید ثواب اقامی به شما ثوابی به شما نمیدن، نه در ترک نه در فعل واجب نه در ترک حرام. خب این که معلوم دلیلش هم روشن، اگر انسان دوامی دیگری داشته باشد هیچ استفاده ثوابی نداره. منده مثلا روزه میگیرم نه به قصد امر خدا آقا، بلکه دکتر گفته است رژیم غذایی باید بگیری و تا اینکه سالم میشی. من هیچ محرک الهی ندارم، فقط محرک جسمانی دارم. یه نداره یه من. و اما مطلب دومی که در این عبارت دارن، این رو هم دقت کنید بعد عبارت رو بخونید، دو تا مطلب دومه. ثواب عقاب دلیلش دلیل استحقاق ثواب حال عقاب ببین ثواب دلیل بر استحقاقش چیز می فرماین علتش این است که اطاعت مشقت مشقت هست یا نیست؟ هست. خدا چرا این مشقت رو بر ما گذاشته؟ لابد قرض داشت، یه قرض که به من نمیده روزه بگیر تو این گرمای تابستان 40 درجه 16 ساعت یه قطعه آب از گلو پایین نره. قرضی داشته این مشقت. آیا این قرض ضرر به من بوده؟ این که ظلم
یا منفعت میکنه، لابد منفعت. آیا منفعتی بوده که بدون این عمل هم میشد به من بده؟ پس تکلیف عوض منفعتی بوده که بدون این تکلیف هم میشد به من بده؟ پس تکلیف عوض معلوم میشه منفعتی بوده که با این تکلیف مستحق آن میشوم. پس هر امری دلیل بر استحقاق ثواب است به اطاعت، که ما اگر اطاعت کردیم مستحق ثواب هستیم. دقت کردید؟ پس خلاصه مطلب این شد، عواملی که خدا تکلیف کرده مشقت، این مشقت بی هدف نبوده، هدفش ضرر نبوده، هدفش منفعت بوده. این منفعت هم منفعتی بوده که بدون تکلیف ما نمیرسیده، اگر بدون تکلیف میرسیده تکلیف عبد بوده. پس منفعتی بوده که با تکلیف میرسیده. هازا دلیلون در استحقاق ثواب بل اطاعت. حالا استحقاق عقاب و معصیت اون بکنه، این استحقاق ثواب بوده. عبارت رو میخوانم، وچه وجود که در ذکر نیت و وچه نیت مستحب و واجب است، امر قصد قربت، قصد امر قصد قربت، اما از امر وجودی و از امر نه، اینو میگن وچه نیت وچه، نیت وچه یعنی امر وجود و نه. من بگم چهار رکعت نماز واجب بجا، نه امر الهی، امر واجب میشه نیت واجب. حالا اون واجب نمیدونن نیت واجب، اما اگر کسی واجب دانست دیگه باید نماز واجب رو خست نماز واجب جاری یا نماز واجب رو خست نماز واجب، این نیت واجب. بله این غیر از اون یه وقت میگرد که عیدیت وحش در کنم واجب یا واجب نیست، اون خود به عنوان بحث کلامی قابل ترد که آیا در اطاعت واجب است و وچه هم دو برمید، وچه وصفی داریم وچه علمی داریم. یه وقت میگه وجوب این محله که من شد، یه وقت میگه امن این محله که من شد که نماز به وصف واجب بجاست. پس نیت بچ وصفی داره، نیت بچ علمی داره، ذاتی داره، اینا هر دو رو نبتی به این وقت این بچی که اینجا مراد آمود هم یعنی فرصت یه یعنی ذاتی برد و انا اون مشترد و استحقاق الفائل المرد او اصطلاح مشترد شرط هست در استحقاق الفائل مرد و اصطلاح را چی دردش؟ یه قال واجب پیداش کردید و پیداش نگردید، یه قال واجب لوجوبه، واجب رو لوجوبش نگرد، آن به وجه یعنی علت یعنی ملاکات، ملاک محبوبیت و محبوبیت بسرد و کذل مندوب یفعلو لنبه اون لبچ نبه و کذل مفید ترک قبیح، ترک قبیح که میخواد بکنه یترکو لکونی ترک قبیح او لوچه داره. ببینید این وچه اگر این وچه فقی و رسولی بود دیگه در محرمات که وچه نیست، دیگه وچه ماله اطاعت عبادت و الا محرمات دیگه دیگه وچه نیست، این در محرمات هم دیگه وچه نیست، مرادت وچه همون علت رو بود، همون مسائل رو بود.
مقصد و ملاقات و مقصد نه نیست در واقع از چه اطمان میدن به خاطر بله و الاخلال بالقبیل کنه اخلالم بالقبیل اخلال به قبیل کنه به خاطر این که اخلال به قبیل اینجا سوابش فَإِنَّهُ لَوْ فَعَلَ الْوَاجِبَ اَوَ الْمَنْدُوبَ لَا لِمَا ذَكَرْنَا لَمْ يَسْتَحِقَّ مَدْحًا وَلَا ثَوَابًا عَلَيْهِمَا نَا مُسْتَحِقَّ مَدْح هست و نَا مُسْتَحِقَّ ثَوَاب عَلَيْهِمَا بر چی؟ بر واجب و مرد و کذا لَوْ تَرَكَ الْقَبِيلَ قَرَضُ نَا کار قبلی رو ترک میکنه چون هر کشورایی دست بخش شراب نمیخوره از بوش بدش میکنه از طعمش میکنه من لذت موقعه ها لم یستحق فرمان به و سواب مستحق و مد سواب نیست این مطلب تمام شد و دلیل بریم مطلب دوم و دلیل را استحقاق ثواب به فعل طاعت دلیل به اینکه انسان مستحق ثواب در صفات فعل طاعت چیه؟ اینها مشقت قد المنح الله تعالی الله مشقت نیست که خدا انعام را مکبر کرده فعلا نکن به قرضه اگر قرض و هدف نباشه دوان کان ظلمن ظلم میشه و عوض بیخرج منو واداره تشریعی و درسونی یه ماه درم میاد قبیل واوا قبیل لا یستر همه حکیم خب از چه قربت چی بود؟ بی هدف و بیخرج اون چه قربت به امکان به قرب هدفی داشته خدا برم به این من ادرار هدف این بودی که من رو زحمت بندسته یا هو از ظلم و این من نفت یا مخواب سودی به من برسید این چه سودیه؟ و این مهندسه هم افتدا به اولا سودیست که بدون این درد سرم میشد به من بده یا نه ولی اولو باطله اولی باطله چه سودی بوده که بدون این هم میشده بده چرا اگر بدون این میشد بده خب این دیگه چرا من زحمت انداختی و سود بده نقل رسونه یه نقلیست که از نقلی اطاعت ها یه قابلیت و شایسته نیست که انسان بگیم اطاعت اون قابلیت و شایسته نمون روایت نیست در باید در نقصه این لکن خامن دا حنال ها اولا و شهاده این مقام نیست که به تو نشارت بشنه برسی مقام و یه مقاماتیست که راه منحصرش هم از قدرت خدا من معنا نداره چون اصلا به گونه اون قابلیت پیدا میشه و ایدال از من عبس به تکیر و ایدال این تکیر عبس اینا مثل این است که ما میخواهیم به کسی رو احترام اکرام کنیم میگیم باید یه دو این خیابونا رو بده و بیا تا ما اینجا صفره برد برد در حالی که احبت یا فیچ رفت بران بیده بیده و ثانی هم المخلوق اگر نه یه ارتباط را بودی هست مخلوق و ذالت نه و المستحق به طاعت المقارن به تعظیم و تشراف اون نه اون چیزیست که مستحق انسان میشه به طاعت و مقاوم تعظیم اجداد عبده به این نهو یک بار اقتدار بگاهده این چیز اقتدار بهش مکنیم لن تعظیم من یاد از فکره حبیب و کسی که مستقر تعظیم نیست این رو تعظیم کنن قبیله بنابراین ایشون خاص چکار کنه؟ ثابت کنه که تمام تکالیف استقرار میاره حال دقت کنم من یه جمله اینجا عرض کنم و بعد بریم سراغ بحث
در جمعه که میخواستم عرض کنم این حرف مرموم خواجه و علامه این جوابش این است ممکنه اطاعت دارای مصلحتی باشه که اون مصلحت تو خود اطاعت باشه و همون آید ما میشه یک طلبی از خدا نداری مثلا روزه رو که میگیریم کمالات معنوی پیدا میکنیم هر مونی پا ترقی و رشد معنوی پیدا میکنیم یک سواب داره این سواب یا مثلا حج به جا میاد این حج تقویت اسلام عظمت اسلام عظمت مسلمین خودش فایده شد یه سواب دیگه کنیم من چیز از خدا کنم یعنی خود مفاد و مفاسد احکام خود اونها جزای احکام باشه ایشون بخواست بگه ما باید یه چیز گرم در کار باشه تا قبیح لازم نیاد نه این که ما میدیم قبیح هم بکنیم خوب تا اون مسئله من سوال میکنم از شما طبیب نسخه نوشت شما با آقای طبیب بگید حالا اگر من با این نسخه عمل کردم شما چند به بر بگید چند به بر بگید نسخه عمل کردید ساده میشه اگر ما قبول کردیم به این که این عبادات داشته باشیم یا نسخه های الهی حالا بگید آقا اگر ما اینا رو عمل کردیم شما چند به بر بگید بگید چی؟ حالا بگید حالا از خود اینها میتوان مستحق بشه ولی ما از خلاف این بیان بیشون فرمیدن مقدم این سواب قدردار استخابه نیست از زود خدا من تقریبا میگویم به استخابه یه معنایی میشه تصویر در که ببینیم آیا معاصی چرا اقاب داره این اطاعات بود که ثواب داره معاصی چرا اقاب داره دو دلیل دلیل عقلی دلیل سمعی به ایکاش دلیل سمعی بالا هم آورده بودن چون آیات و روایات الا ماشاءالله در باره ثواب محسنین و مطیعین دلیل عقلیشون دو دلیل دلیل اسکندریه ولی عقلی و دلیل شر هم دلیل عقلی میگن آقا اقام لطف هم باشه صغرا صغرا از اقام لطف و لطف باشه چرا اقام لطف چرا چون اقام سبب تردیم بگن اگر کسی مواد محضر یا وحب مجازاتش خود این مجازات بود چون بازدارنده اثر بازدارنده دارد و همچیزی که اثر بازدارنده دارد اگر این مجازات رو خدا وعده نمی داد مردم جری می شدن ترمز نداشتن راه بود تو با آن نمید مجازات هایی که قرار دادن برای چیز برای ناز مقدر امسال داده مجازات لطفی هست برای مردم نه جمعون قانون گذاشت این قانون گذاشت اینا خودش بود مردم آبوده برای مقدر ولی راه شلاق و زندان میبرست گذاشته و با اونجایی که به اعدام برسته چه لطف و لطف با در این سمیدن که بود الا ماشاءالله آیات روایات بیان میکند انسان مستحق اعراض میشود به خاطر گناه و من یقف مؤمنم متعبدم تجزا و جهنم از خاطر در مدیه ها آیا خوبه خیلی حالا
و کذای از سیق و دقاب وزنم به فعل القبیل تقدید علکی ضروری مشکلات خدا من تقدید بکن و در عمل نکنی یا طورتی و در عمل و اگر مردم یه همچین احتمالی بدن که اینها خلاصه بابای توخالی هست همون سبب می شود که اثر تحمیل از خود برود و بخشیدن دائمی نه شاید بدن شاید بدن من یه باز می کنی که انسان خطش بریده نشه اما اگر دائمان نمشه شده نیست که انسان بگه آقا این سمه بگو اینم زنده سمش بگم میشه دارم از سم نمیترد و کذای از طب و لقاب و زن به فیل القبی و اخلال به الواجب چرا لشتماری علی لطف دلیل اول و لدلالت سم دلیل دوم حقوم کما ان طاعت سبب استحقاق الثواب فکذا المعصیه معصیه سبب عقاب و هی فعل القبیل علی الاخلال بالواجب لاشتماله علی سبب استحقاق العقاب چون مشتمل از این فعل معصیه و فعل قبیل بر سبب استحقاق العقاب چرا لبچه دو دلیل اعدو ما عقلیون کما زعب ادهی جماعت من العدلیه حدث این عدلیه قائلن قائل به عدل و الا اشاعره قائل به لطف نیستن حسن و خوب پایه لطف به لطف بر اساس حسن و خوب عقلی ای کس حسن و خوب عقلی میکرد چقدر قائل به لطف و تقریر و ان العقاب لطف و لطف واجب اما صغرا و لان المطلق اذا عرف بدان انما المعصیه یستحق العقاب با معصیت مستحق عقاب فانه یفقد عن فعلها از فعل معصیت دور میشه و یقرب الی فعل ضدها فعل ضدش بله متوجه میشه و هوا معلوم قطعا این هوا معلوم قطعا یعنی چه؟ بله؟ یعنی این گرایش به کار خود و پرویز از کار بد به خاطر تحمید به عذاب این معلوم وجدانی شما یه روز مجازات زندان و غیر اینا رو از یه شهر بردیم چه خبر بگن امروز مردم آزاده عرق کنید امیر میخوره من رسانی سمعیان و هو الذی ذهب الیه باطن عدلیه و هو متواترون بعد این جماعتی از عدلیه بود اون باقی عدلیه است متواترون معلوم من دین نبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا عرفت آزاد فنقول ذهب جماعت الى ان الاخلال بالواجب لا يقتضي استحقاق ظن الملائقة بل المقتضي لذلك هو فعل القبيل هو فعل ضد الواجب وهو تركه وقد فقدنا بيان يه محضر ديگم در این ذیل میگن این اضافه بر متن قطع در اینجا بعضی ها پیدا شده میگن اگر واجب رو ترک کنیم عقاب اومد اون چه اقاب داره زید میشه شما زده واجب اگر به جاوزی اقاب ترک واجب اقاب نداره زده واجب اقاب این عقیده بعدیست که جوابش از دست اگر ترک واجب اقاب داشته باشد این خلاف بود این از این واجب بودی
چند نفسی بگه ترک واجب ثواب آدم نمیده چرا نماز نخونی؟ حال برکات نماز گذار به ما نهده چون دیگه چرا میزنی؟ نماز نخوندی؟ این برکات نماز گذاران قفل چون چرا میزنی؟ جوابش همین است که اگر اقاب نباشه نظر جلیل هست لطف و به علاوه دلیل سمی هم تاوان تاک و صلاة چه می شود تاک و سیاد چه می شود تارک جهاد چه می شود ادارت آزو فنبون هر جماعتون الى امن اخلاق بنجاجه لا یستن اتنا اتنا آقای من بایا نه سواب نمید شبشم نمید بلی مقتضی لذالک مقتضی لذالک یعنی چه؟ لذالک؟ یعنی اقام باب میگو قبیل گناه چه؟ از چه باشه به خواب اوپه رو زد بله یا زد بله چه کجا و هوه هر کدوم فعل زد عنوان ترک بنابراین که ترک کنم یک کف همون چیزی که در اصول داره هر که به معنی الله یفعل باشه اتخاب نداره اما هر که به معنی کف و فعل زل خودداری نقاب داره پس دو چیز اتخاب داره یکی زل واجه یکی فعل قبیل اما این ترک واجه بکنیم زلدم به جانه داریم سواب نمیدیم جوابش این رو داریم قبلن داشتیم وقت تقدم اقای مزاله در گذشته نزدیک کنیم که ما صحبت واجب زده واجب بحث کردیم این کف رو هم بازم حالا بیشت شد بله هر که به معنی همین آقای به معنی کف به معنی خیلی هر که به معنی خیلی حرف معنیش این است که انسان یه خودداری نفسانی بکنه حوامل پیدا شده و یکی انجام بده مقاومت به یه مقاومتی در مقابل باشه یه وقت مقاومت نمی کنی حرف بری به جانه می داره خیلی زد نمی شده مراد از حرف همون فعل زد دوه و همون مقاومت کردن و کف در اصول مفصل در محالم و قوانین و قوانین در مشروعات